بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت حضور شما بینندگان و عزیزان شبکه جهانی رادیو تلویزیون آرزو. برنامه قدم روز شروع میکنیم به نام خالق زیبایی ها، به نام خالق آسمان تاریک، به نام خداوندگار آفریننده سنگ های مرغوب و زینتی. بینندگان عزیز صبح شما بخیر. آرزو میکنم هر کجایی که هستین دارای صحت سلامتی کامل باشین. و یکی دیگر از گزارش های ویژه شهری ما از شهر کابل با من میرسه نتریان، خوش آمدید. دوستان عزیز، امروز ما آمدیم به کوچه انتیک فروشی شهر کابل، جایی که با گفتی آمیانه کان سنگ های قیمتی و جواهرات و گوهرهای نایاب است. سنگ هایی که به انسان انرژی خارق‌العاده ماورالفیزیکی میده، سنگ هایی که برای زینت استفاده میشه و همچنان در عقیده ما مسلمان ها و سنت اربعه مذاهب ارشادات زیادی در باب از اینکه ما از سنگ های قیمتی و مرغوب استفاده بکنیم، خصوصا از فیروزه که حضرت علی همچنان خودش از این سنگ های قیمتی و مرغوب همیشه استفاده میکنه. امروز ما آمدیم به کوچه انتیک فروشی تا خدمت حضور شما گزارشی از چگونگی بازار فروشات سنگ های قیمتی، از جمله عقیق، یاقوت، لاجورد، زمرد و سایر سنگ های زینتی و جواهرالات خدمت شما ارائه بکنیم. در مارکت که آمدیم، در این مارکتی که در کوچه انتیک فروشی است، یکی از دوستا برای ما معرفی کردن، گفتن که آقای در اینجا دکان داره که هم در این بخش تبحر خاص داره و هم از منظر علمی در این قسمت درس خوانده. میریم داخل دکانشان میشیم، با اجازه البته صحبت میکنیم امرایشان در رابطه با سنگ های قیمتی و گواهر نایاب. امیدوارستم که تا آخر ما را بیننده باشه. سلام صاحب، وقت شما بخیر. سلام، بسیار خوش آمدین. صفا آوردین. سلامت باشین، بخیر باشین. ببخشید اگه ما بی وقت مزاحم شما بشده باشیم. خواهش میکنم، پروا نداره، خوب وقت آمدین. با عزت باشین. تشکر. محترم میشه در خواست سوال اسمتون رو برام بگین؟ من محمد فهیم نعیمی هستم. مدت 54 سال از دینمی کوچه به صفت یک صنعتکار کار میکنم. بسیار خوب. آقای نعیمی گرامی، شما در دکانتون چی دارین و چی ندارین؟ خب چیزی که نداریم اگه در اینجا چیزای بسیار قیمتی است که او رو ما نداریم، مثلا الماس مثلا الماس، زمردای بسیار قیمتی. و چیزی را که داریم چیزایی که همی نقرس و ساختارای خود ماست و سنگای قیمتی و نیمه قیمتی که کمی ارزانتر هستن ما را داریم. آقای نعیمی گرامی، ما امروز آمدیم در رابطه به سنگای قیمتی برای ما بگین، گوهرهای نایاب برای ما بگین. اگر در نخست در رابطه با نیشاپوری، اگه اشتباه نکنم فیروزه نیشاپوری، برای ما بگین که چگونه سنگیز، خواص سنگ چی است و دارای چه صفاتی می باشه و چرا ما انسان ها باید از این استفاده بکنیم. خب بسیار خوب سوال کردین. اکثر رسانه ها از ما سوال میکنن. اول خو از رسانه های محترم بسیار سپاسگزار هستیم، مثلا اموا ما را به این رساندن ما مطالعه کنیم جواب سوال های شما را بدیم. فیروزه کس کلمه عربی پیروزین مانا میته. اگر شما به عربی را ترجمه بکنین پیروزی مانا میته. هر کسی که از فیروزه میپوشه استفاده میکنه، مانای ازی پیروزی است. پیروزی بر دشمن، غلبه بر دشمن، حتی کسب درآمد است، حتی از او گازات افراز میشه که اشخاص که مریض یا زخمی میباشن استشما کنن او جور میشه. و نگفتن همانه که در دنیا فیروزه بسیار زیاد است. فیروزه نیشاپور که شما یک نکته گفتین، از لحاظ پوره بودن عناصر که منرال می سازه مکمل است و بعد از ایش باز دامغان و کرمان و مصر و امریکا است. کشور خود ما از معدن فیروزه برخوردار است اگه اشتباه نکنم؟ تا حال در بازار نامده. بعضا گفتیم که افغانستان فیروزه پیدا نشده، یکان دوستا کمنت ماندن که استاد بی خبر است، این در فلانه جای فیروزه است. ما گفتیم در بازار بیار، ما کسایی هستیم که به دنیا به جهان مور معرفی می سازیم. اما همه تا جوانی هم کده نتانستن کوره بیارن. و تا زمانی که معدن تایید وزارت معدن و تایید بازار تجارتیش که اینمی مرکز فروش سنگا هسته اینجا تایید نشه، ما هم تایید نمی کنیم. و تا به چشم خودم نبینیم ما تایید نمی کنیم. که یک آدم می بینه میگه این فیروزه در جاغوری است ولی بر من نمیاره، کس خیلی بیارین که ما با جهان معرفیش بکنیم، صحت و سقمش تایید بکنیم و با جهان معرفیش بکنیم. بسیار خوبی از فیروزه. سنگ دومی که میخواییم در بارش برای ما معلوم بتین عقیق است.
عقیقم یکی از سنگ‌های گفتم میتونیم گوهر نایابی است که برای زیورالات استفاده میشه. در باره عقیق بر ما چی گفتم میتونیم جناب آقای؟ بسیار خوب سوال کردین. یام عقیقم که است که از جمله سنگاست در حدیث شریف آمده مانای شمی است هر هنچی که پروردگار عالم خلق کرده با فایده بشریت است. سنگ، آهن، چوب، هر چیزی که است، میوه‌جات و خود ما و شما برای یکدیگر خود مفید هستیم. بنان شما چیزی که عقیق گفتین، عقیق یک خصوصیت بارزه که داره به خاطر پوره شدن مراحل جیولوژیکیش، یعنی میخواد که اون مراحل جیولوژیکی خود تکمیل کنه، برد، برق، شایک، شایلاج در چیزی که در طبیعت است پخش میشه و به خود میگیره، صدمش به انسان نمیرسه که بزرگترین خصوصیت عقیق است. از امی سبب است از قدیما زد نظر میگفتن، نظروردار میگفتن، عقیق میپوشیدن. از امی درک است که از عقیق استفاده میکردن و عقیق هم در دنیا وافر یافت میشه، اما بهترین سنگ و نموز سنگی است که مراحل جیولوژیکش موزون پیش میره. هرگاه وایروم کم باشه، کروم بالا، کروم پایین باشه، وایروم بالا، این سنگ ناقص است، مثل انسانی که یک عضوش کم باشه. مطور یک چیز است در دنیا عقیق یمن، عقیق سلیمانی، باز بعد از او باز عقیقای دیگه هستن، زابل و بعض اند و بعض مملکت. افغانستان هم داره عقیق؟ شکر داره. در زابل افغانستان ما بچه ها بودیم، صنف های 11 12 مکتب بودیم، میگشتیم. حکومت ظاهرشاهی بود، ما میرفتیم قلای باز طرف نیمروز، اوجا باز جمع میکردیم. منطقه که دیجا سنگ چل در پایتان میخورد، در نیمروز سنگ های عقیق ما جمع میکردیم. ریگواری دو زمان کلان کلان شاد او زمان کلان کلانش جمع میکردیم. سال های 1352 53 بود جمع میکردیم، باز کابل میآوردیم، اینجا نگین سازی میکردیم، به فروش میرساندیم. ما شکر داره. بسیار خوب. در حال حاضر بازار خرید کدام نوع سنگ یا گوهر نایاب زیورالاتی بسیار گرم است؟ مردم تقاضایش دارند. یک مدت میشه در حدود 8 یا 9 ماه میشه که هموطنهای ما تال اقدر در خصوصیات منرالاک است بلدیت نداشتن. این یک سال دو سال میشه که در خصوصیت منرالاک مردم آشنایی پیدا کردن. زیادترین مردم استفاده میکنن از زمرد، از یاقوت، هر کدام از یا خصوصیت های مختلف دارن. عقیق و فیروزه روزانه بر ما در تلفن ما شما را نشان میتم که در دلتان نگرده که ما مبالغه میکنیم. بیخی روز ما تلفن ما انترنت نمیتم صحبت کرده نمیتونم. چرا؟ اگر ما در انترنت صحبت کنم شما میایین کتیم گپ میزنین، مشتری میای، از شما میمانم، از مشتریان میمانم. شبکی تا 9 بجه شب خو ندارم. هموطنان ما سوال میکنه که من مای تولد مینی ماست، کدام سنگ برم خوب است، ای چه خصوصیت دارم. من جوابشان صادقانه برشان میتونم بدون دریافت کدام. دقیقا آقای نعیمی نکته بسیار خوبی را اشاره کردین. در آیین بودایی اعتقاد به این است که هر سنگی ارتباط خاصی با ماه تولد انسان ها داره. در این باب شما اشاره کردین، چی بر ما گفته میتونین؟ والا امی موضوع سکما ایر از نظر هرم منرولوژی بر شما به اثبات می رسانم. هر هدیان ایر ثابت ساخته که یک عقیقی، یک فیروزه، یک یاقوت، یک چیزی که مای تولد است خوشبختی بر انسان بار میاره. چرا؟ دلیلش در اینجا است اونمو روزه که یک انسان به دنیا می تولد میشه، ماه اسد، از ثور، از جوزا، هر ماهی که هست در اونمون روز مراحل انکشافی یکی از منرال هم به اکمال میرسن. و او خاطر همین سنگ خصوصیتش با اونمون ماه تولد همون انسان تطابق داره، بر تکامل میابه و بر انسان خوشبختی و صفا بار میاره. بسیار خوب. آقای نعیمی میشه از شما خواهش بکنم یک انگشتر فیروزه رو برامون نشان بدین تا بیننده ما ببینن که چگونه فیروزه رو خریداری کنن و توصیه شما من از کسی که در این بخش تبحر لازم و خاصه دارین چی از که از او استفاده بکنن؟ خب تشکر از شما که زیاد در صحبت هایتان ما رو تشویق میکنین. هستک اینجا شما لطف بکنین برای ما بیارین کیره؟ فیروزه مختلف هستن. اینجا ما داریم کرمانی، دامغانی، نشاپوری. بله نشاپوری داریم.
منتها یک موضوع را بر هموطنان ما باید بگویم. ما همیشه گفتیم تمامی منرال ها سه مرحله انکشاف جیولوژیکی داره که به تکامل برسه. اولا مایستن، بعد از او لاوا میشه، بعد از او مگما میشه، بعد از او باز منرال میشه. هر مرحله 3000 سال نیاز داره، 9000 سال، 10000 سال. یعنی یک سنگ که ما در اینجا میبینیم 9000 سال پیموده. بناهن نکته گپ در اینجا است، در همون وقت که مایع و لاوا از هر چیزی که به طبیعت است و به خود میگیره. هموطنهای ما همی اصرارش همیست که بر ما شفاف بده. شفاف خیلی شیشه است دیگه. شیشه بگیرن. وقتی که من میگم که تمام چیزایی که در طبیعت هستی به خود میگیره، اینه ببینین، ریگ هم گرفته، جغل هم گرفته، سنگ هم گرفته، بعضی از منرال هاست که در بین حیوانات وجود داره، در مون منطقه حیوان گیر مانده، در بین منرال آمده، فسیلش آمده. بله ها، بنان هر قدر که شما از ما شفاف میخواین، در صد دانه یا حتی هزار دانه، اگه یک دانه می باشه، شما میفهمین قیمت یک دانه قیمت اونمو هزار دانه. یعنی یک کره زمرد که نایاب و شفاف باشه اول در بازار نمی آید. از امو معدن که استخراج میشه، مردم در کمین افتادگیز خریده میره و به دبی و به امریکا و به اوجا میبرن. گیرم که اگر کابل می آید، قیمت از او چندین مراتبه از این کده بالاست. منطقه اگر خصوصیات میخواین، هر رقم زمرده که مقصد زمرده اصل باشه، پیش خودم نبودی جبیای بازار سابق میگفتم مزر نگین صد رو میگیرم برش تشخیص میکنم، دنبلش هم زمانت میکنم. آل خیر است همی هموطنهای ما بیاین از این بازار بگیرن، هیچ پیسه نتن، ما تشخیصش مفت میکنم. خب دیجم شما فیروزی نیشاپوری دارین که برامون شما؟ بله ها، فیروزی نیشاپوری نمیم، فیروز نیشاپوری است، همی بیشتر برتان کشیدم فیروز نیشاپوری است. آه خب ما پیشتر گپ اهل کردم، شجری میگن، شجری اونمو اجار که در اوجه هسته، او دوش مخلوط است. در قسمت انگشتر فیروزه حدیثی از پیامبر اسلام است، به قول خداوند میگه من خداوند به پیامبر گفته من حذر میکنم از دستی که به سوی دعا بر من بالا میشد و در آن انگشتر فیروزه باشد و من آن را ناامید برگردانم. در اعتقادات ما مسلمان ها، خصوصا اعتقاد مردم معتقد به مذهب حنفی، پوشیدن انگشتر دارای جایگاه خاصی است. درست میگم؟ بله ها، ما ممیر مطالعه کردیم، چیزایی که میگم از خود من نمیگم، البته ما از معلمین سابق لیسی عالی امانی هستم، صنف 11 12 تدریس میکردم، یعنی در بین جوانای بودم، کنجکاو میخواستم خودم متخصص در چیز بسازه، باید از ما جواب شانه میداشتم. آقای نگیم چیزی را که من میگم از نظر علم از اون من میگم ثابت شده و مطالعه میکنم. نکته سوال پیشتر شما گفتین بهترین عالم گفته بود که بپوشین، ما پیشتر بر شما گفتم به می دلیل بود که به غزوات اصحاب کرام می رفتن، به وا توصیه می شد که انگشتر فیروزه حقیق بپوشین، پیروزی بر دشمن، غلبه بر دشمن و جور شدن زخمایتان بود. این همی دلائلش بوده که اونا دستور می دادن. ولی از این که ما بیشتر از این وقت داره نگیرم، مشتریاتان آمده و میره، فقط در اخیر بنابرای بگین قیمت از این فیروزه نیشاپوری چند است؟ قیراتشان چقدر است؟ مختلف است، قیمتهایشان اینجا مختلف است. از 15000 اوغانی داریم تا 7000 اوغانی، اینجا کرمانی و دامغانی هم داریم که و 5000 و 6000 اوغانی هم. نیشاپوریش در قیمت هرین شما میشه؟ از این کدام قیمتی نزد من موجود است، اگه 15000 و 20000 ترا اگه میخواییم شانتان میگه. اگر لطف کنید یک دونه از این قیمتیش بر ما نشان بتین تا بعضی از هموطنهای ما ممکن کامنت بگذارن و بخواین قیمتی ترین چیز بخرن و به دوستاشان تحفه بتن، یا هم برای خودشان استفاده بکنن، تحفه بسیار خوبی میتونه باشه. البته روز پدر، روز مرد سپری شد، به جای اینکه جراب بخرین خوب است که یگان انگشتر به برادرایتان، به پدرایتان بخرین. چطور جناب آقای نگیم؟ خوب گپ از دیگه. خب مقصد اینی ها که هستن یک چیزای خاص‌تر هستن نسبت به، یعنی خودتان هم میبینین. خب بله، واقعا از ظرافت خاصی برخوردار است که در دست اگه باشم اون نمود دست هم میکشه، اگه جستان باشم اگه باری دست بکنم ببینم چطور هم باشم. حالا ایتر یک حساب است، اکثرا من دست نمی کنم به خاطر از اینکه
دوستان میاین از پیش مورا مفت میگیرن. آه از خود شما را. و ما هم یه سوال پیشم خل بود. خوی از جمله انگشترهای قیمتی و مرغوب شما است که در حال حاضر پیشتر است. یا قیمتی تر هستن نسبت به یک قوتی که به شما نشان دادیم یا یک ذره قیمتی تر هستن. بسیار تشکر آقای نعیمی از اینکه وقت گذاشتین امروی ما صحبت کردین. تانسته باشیم بینندار یک چند لحظه خوش نگاه کنیم. سلامت باشین طبیعتا. ما که معلومات لازمه گرفتم فکر کنیم مثل من هزاران نفر دیگه همین حاله شده. میتونن این شماره تماس ماست. میتونن که اگر لطف میکنین میگیرین میتونن سوالا بکنن انشاءالله جوابشان هست. بخیر باشین. حتما از دوستا اگر سوال دارن شماره ما را به شما زنگ زد به ما زنگ بزنین ما معلومات میتیم شما با ما. حتما. بسیار تشکر. از شما سپاسگزاری میکنم بینندگان عزیز که بیننده بودین. بیرون میریم همراه یک دوستای دیگه صحبت میکنین در رابطه با لاجورد و زمرد. با ما همراه باشین. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که تاییدم بیننده گزارش شما از کوچه انتیک فروشی شهرنو کابل هستیم. دوستان عزیز در رابطه با فیروزه و یاقوت خدمتتان معلومات ارائه کردیم. اومدیم پیش یکی از دیگر از اساتید محترم بخش فروشات سنگ‌های قیمتی همراهشان صحبت میکنیم در رابطه با لاجورد و سایر سنگ‌های زینتی که مردها به خاطر هرچی بیشتر نمایش خوب خودشان استفاده میکنن. سلام دوست عزیز، وقتتان بخیر. علیکم السلام، وقت شما هم بخیر. خوب هستین ان شاء الله. تشکر. محمد آصف هستم، ابراهیمی تخلص میکنم. آقای ابراهیمی، گل پیشی که ما پرسان کردیم خوب شد که خودم معرفی کردین. آقای ابراهیمی، شما میشه در رابطه با سنگ هایی که در اینجا به خاطر انگشتر استفاده شده برای ما که معلومات بدین، خصوصا در رابطه با لاجورد که بسیار بازارش در شب و روز معلومه گرم است. بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه با سنگ لاجورد گفتین معلومات بتین. سنگ لاجورد یکی از سنگ های قیمتی به حساب می روه و معدنش هم که همه ما شما خبر داریم در ولایت بدخشان افغانستان هست و بهترین لاجورد را که ما داریم هیچ دنیای کره زمین نداره. و میایم روی خواص سنگ لاجورد. هر سنگ از خود خواص و فایده های خود را داره و سنگ لاجورد را تا جایی را که ما شنیدیم تحقیق کردیم، مثلا از کتبایی که در مورد جیولوژی معدن اینا هست، این را میگن که خواص لاجورد برای کسایی که مثلا دچار مرض قند بالا هست خوب است، گرده هست، همین کسایی که کمبود آب بدن داره برای اونا مفید است. خود همین سنگ لاجورد خواص همین آب بدن را به نحوی از کمبوتاتش اینا جلوگیری میکنن. میشه یکیش بیرون بکشین که سنگای لاجورد تصویر نشان بدیم در صحبت هم داشته باشین در رابطه بودش. لاجورد یک دانه انگشترش را میکشیم و یک دانه نگینش را میکشیم. این انگشتر لاجورد است که رکابش نقره 925 است و نگینش هم لاجورد بدخشان و همچنان یه هم نگینش است. نگین لاجورد است که به این شکل بسیار الماس تراش سیقل داده شده که همین سیقلش هم در خود افغانستان صورت میگیرند و کسایی که در ماه رمضان زیاد از تشنگی رنج میبره ما توصیه میکنیم که انگشتر لاجورد یا یک لاکت لاجورد داشته باشه. قیمتای لاجورد چطور آقای ابراهیمی؟ قیمتایش خوب است، مناسب است. زیاد چند شروع میشه تا چند میره؟ یک نگین لاجورد اصلی معدنی مثلا معدن باشه، یعنی طبیعی باشه، از 100 افغانی هست تا مثلا 12000 افغانی قیمت داره. او بستگی به رنگ و شفافیتش داره. یعنی هر چقدر آبی تیره باشه به مو اندازه خریدار بیشتر داره، اگه اشتباه نکنم. بله شما دقیق فرمودین. زمرد دارین شما آقای ابراهیم اینجا؟ بله زمرد هم داریم ما. زمرد طبق زمردتون اگه ذره معلومات برام بدین، زمرد کجایی دارین، قیمتاش چطوره و بازار خریدش چطوره؟ زمرد که دی روزا بسیار گل کرده، خیلی هم طرفدار داره و نام خدا تقاضاش زیاد است و قیمتش هم رفته بالا.
ما زمرد پنشیر داریم، آنچنان زمردی که از کیفیت عالی برخوردار باشن نداریم، ولی در حد متوسط داریم. این نگین های زمرد است، زمرد پنشیر هست و بسیار همو که با وجودی که در حد متوسط است ولی خیلی خوش رنگ است. اگر کیفیت بالای ازی باشه که به او سمت داریم انگوشترهایش جور کردگی و کیفیتش بالاست. آقای ابراهیمی، خو اندازشون بسیار خرد است، قیراتشون باز چگونه است؟ قیراتش خو بسیار کم است، مثلا 5 قیراتش 1 گرم میشه. دقیقاً باز یک چطور به زمرات استفاده میشه؟ یک بسیار خرد است، اصلا دیدم نمیشه، یک چطور باز استفاده میشه؟ خو اینا چون امو خاصیتش، اگر اینی نگین کلان را ما بر نشان میتونم که 10 قیرات است. یم امو خاصیت داره، اگر یک قیراتش باشه امو خاصیت داره، امو کاربرد خودم میرسانه. خب مردم به خاطر خاصیت اینه نمیخره، به خاطر نمایش میخره، در کلکش در گوشش او چطور شوه؟ شام مثلا در حد یک قیراتش هم نمایش میته، چون یک رنگ بسیار خاص داره، سبز روشن است، جلب کننده است و به مو خاطر چون مردا میخواه که یک ذره نگین کلان باشه، برای خانم ها امو یک قیراتش هم کافی است. دیگه میایم رابطه به خواص زمرد. از لحاظ درمانی میگه زمرد، البته ما همون کتابایی که مربوط به خواص سنگا میشه کمتون مطالعه کردیم، میگه که خواص درمانی زمرد هم زیاد است، چون انرژی زیاد داره، برای کنترل اعصاب انرژی زا هست، انرژی مثبت میده و همچنان امی رشته های عصبی را تحت کنترل قرار میده. این خواص درمانی هست و از لحاظ خصوصیاتش که مثلا بگه تراوت جلد است و امی باعث کمی رشته های عصبی رو کنترل میکنه، طبعا قلبم کنترل میشه، خون نرمال میرسه، طبعا جلدم شفاف میشه دیگه. بله، اگر نه سنگی که زیر پای همکارتان است هم سنگ است و امی سنگ زمرد هم سنگ است، چرا او قیمتش پایین است و یا ارزش نداره و این ارزشش به میلیون ها افغانی هست. خودشون دادن انگشتر دارین، چی استفاده میکنین خودشون؟ ما یکی از فیروزه استفاده میکنم، یکی هم از عقیق. فیروزه کجایی است؟ این فیروزه نیشاپور ایران است، این عقیق هم عقیق یمن است. یا خاصیت های خاص خود داره. خاصیتش شما حس کردین تا حالا؟ بله بله، فیروزه واقعا حس کردیم. واقعا حس کردیم. چی حس کردیم؟ عقیق تا بگو. فیروزه را پیشتر دوستم آقای نعیمی توضیحش دادن، درباره عقیق بر ما بگین. عقیق یک خاصیتی که داره، این روایت از پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه عقیق یمن را هر وقتی که شما دست کردین، دست به دعا بالا کنین پیش خدا، دعایتان رد نمیشه، شرطی که در قالب همو چوکات و شریعتش باشه. دیگه فیروزه هم نشانش پیروزی هست، میگه هر وقت فیروزه در کلکتان باشه، دشمن به شما ظفر نیابد و شما همیشه غنی هستین، یعنی فقیر نمیمانین. این خاصیت فیروزه و عقیق است. آقای ابراهیم، یک شوخی کنم که تان او سنگ رو برای ما نشان بدین که تالی رو برکنه. ما تالی من شهیم کردش. سنگی که میگه تالی رو برمیکنه، امیال من هم یک کتابی داشتم میخوندم، عقیق زرد است. باش خب بکشین که اندارو بخریم امروز. عقیق زرد است و پشت ازی یک دعاست به نام شرف و شمس به حروف ابجد نوشته. این همیشه در 19 حمل یا به گفته ایرانی ها به 19 فروردین این نوشته میشه. یک روز خاص داره، دعا داره، نماز داره و میگه کسی که از این انگشتر همیشه در دستش باشه، حسن بر دختر خانم ها گفته بختش باز میشه. بر آقایان چی میگه؟ بر آقایان هم خوشبختی بار میاره به کمک خداوند. اسم از این چی بود؟ عقیق زرد است، این را به نام شرف شمس میگه یا شرف آفتاب. قیمت از چند است؟ قیمتش حدوداً 2000 افغانی هست. اینمی خودش قیمت اینمی خودش رکاب نقره و نگینش عقیق زرد. بازارش چطور است؟ بازارش خوب است، متوسط است. اگه یک آدم مثل ما دوستاش تو خالی باشه بیای پیشتان در رابطه سنگا هم نفهمه، شما توصیتان برشه به عنوان صحبت آخر؟ توصیه ما فعلا چون باید صنعت و امو داشته های طبیعی وطن خود ما رشد کنه، تشویق میکنیم که لاجورد یا قوت یا زمرد بپوشن. قیمتاش هم باز چطور است؟ قیمتاش اینا یک کمی هزینه بر است. مثلا از 1000 شروع میشه؟ نه، 1000 افغانی نیست، از 2000 کمیش از 5000 افغانی با بالا هست. همین زمرد زمرد
یاقوت جگدلک که معدنش در سروبی هست و لاجورد که معدنش در بدخشان است. در حال حاضر اینی سوال ما اونجا بودیم با ما خدافظی میکنه، قیمتی ترین انگشتری که شما دارین چند است و ارزان ترینش چند است؟ ای را اگر بگویم گلو نشه مشکل ساز نشه. نه بابا مشکلی چهار، شکر الحمدلله امنیت که آمده دیگه. ما انگشتری مثلا داریم هم پایانترینش 5000 افغانی است، بالاترینش 20000 افغانی. دمیال حاضر. بله. خدا شما را خیر بده. آقای کریمی تشکر از اینکه وقت آقای ابراهیمی از این وقت دادین امروز ما صحبت کردین. بخیر باشه. کمری ما در خدمت شما است. در آخر اگه پیامی داشته باشین. پیام ما اول خو یک صلح سرتاسری به میهن عزیز ماست که در صلح آرامش و اتفاق و برادری با هم زیست بکنیم. و دوم از تمام جوانای خود میخواهیم، از هموطنای خود میخواهیم که صنعت کشور ما را رشد بدن، همی از تمام معدنیات که ما غنی هستیم باید دست به دست هم بتیم، خود ما میر استخراج بکنیم و غنی تر ازش شویم. و سلام. نامه تمام. بخیر باشین. زنده باشین. تشکر میکنم از شما بینندگان ارجمند که بیننده گزارش شما از کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل بودین. منتظر پیام ها، انتقادات، نظراتتان در پای کامنت کانال رسمی یوتیوب شبکه تلویزیونی آرزو هستیم. تا برنامه دیگر و گزارش دیگر که ما و اتفاق یکی دیگر از همکارایم در گوشه دیگه از شهر کابل بریم و گزارش خدمت شما را بکنیم، شما را به خداوند پاک و یکتا می‌سپاریم. ایام به کامتان باد.